مهمان من از دیپلمات های با تجربه بریتانیایی است که ماموریت دشوار را در افغانستان شروع کرده. نماینده غیر نظامی ناتو در پی تقویت رابطه این سازمان با دولت افغانستان است و میگوید سربازان ناتو و افغان تا شکست شورشان به مبارزهشان ادامه خواهند داد. این در حالی است که رهبران آمریکا و بریتانیا از خروج نیروهایشان در هر شرایط سخن میگویند و بخش زیاده از افغان ها نگران اوضاع کشورشان بعد از خروج نیروهای ناتو هستند. بنابراین ادامه مبارزه تا شکست شورشیان چقدر عملی است؟ سایمون گاس به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. ممنون. خوشحالم که فرصت فراهم شد تا با شما و بیننده هایتان صحبت کنم. شما در وضعیت خاص به عنوان نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان مقرر شدید. در شرایطی که برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان اجرا میشه، قدم بعدی چه خواهد بود؟ هدف برنامه انتقال مثلا در شهر لشکرگاه این است که نیروهای افغان مسئولیت کامل امنیتی را به عهده بگیرند. آنچه ما تا حالا یک جا با دولت افغانستان انجام دادیم این است که 7 شهر و ولایت را مشخص کنیم که این مناطق حدود 20 تا 25% جمعیت افغانستان را در خود جای داده که منطقه بزرگ است. در این مناطق نیروهای افغان رهبری برنامه های امنیتی را به عهده میگیرند و این بسیار مهم است، چون اجرای این برنامه یک از اهداف رئیس جمهور کرزی است. او گفته که میخواهد نیروهای افغان تا پایان سال 2014 مسئولیت های امنیتی را در سراسر افغانستان به عهده بگیرند. بنابراین ما این کار را شروع کردیم، اما نیروهای ISAF همچنان در نقاط مختلف افغانستان حضور خواهند داشت و در صورتی که مقام‌های افغان بخواهند وارد عمل می‌شوند. اما این مقام‌های افغانند که کنترل اوضاع امنیتی را در دست خواهند داشت. ما در مرحله ابتدایی برنامه انتقال قرار داریم که شامل 7 منطقه میشه. مرحله بعدی که شروع میشه و کدام مناطق را در بر می‌گیرند؟ فکر میکنم ما شاید بتوانیم در حوالی ماه سپتامبر پیشنهادهای مقدماتی را به دولت افغانستان ارائه کنیم. بعد این مربوط به رئیس جمهور کرزی است که پیشنهادهای ما را میپذیرد یا خیر. انتظار میرود که چندین ولایت تا آن زمان آماده انتقال شوند. من نمیخواهم از ولایت نام ببرم، چون این بستگی به تصمیم رئیس جمهوری و دولت افغانستان دارد. وظیفه ما این است که اوضاع را از نقطه نظر نظامی، دولتداری و توسعه بررسی کنیم که آیا این مناطق آماده اجرای روند انتقال هستند یا نه. اگر وضعیت امنیتی تا سال 2014 که برنامه انتقال اجرا میشه و یا بعد از آن بدتر شود، آیا ناتو حاضر است بازم مثل 10 سال گذشته در مسائل افغانستان دخالت فعال نظامی داشته باشد؟ نکته مهم این است که ما شرایط را فراهم میکنیم که چنین اتفاق نیفتد. ما دولتی در افغانستان خواهیم داشت که قلمرو خود را کنترل میکند. ما زیربنای مطمئن برای امنیت افغانستان ایجاد میکنیم تا این کشور آینده اش را بر آن بنا کند. بنابراین من مطمئنم که چنین سناریویی اتفاق نخواهد افتاد. روزهایی که طالبان میتوانستند نیروهای زیاد را منسجم کرده و با موترهای هایلکسشان وارد قندهار یا کابل شوند گذشت. طالبان در این مدت تغییر کردند. توانایی نیروهای امنیتی افغان هم بالا رفته. در حدود 18 ماه گذشته ناتو سرگرم آموزش نیروهای ارتش و پلیس افغان بوده. کیفیت و شمار این نیروها به گونه رضایت بخش افزایش یافته. من خود شاهد این تغییرات بودم. مثلا اخیراً ما شاهد حملات سخت و پیچیده‌ای در قندهار، هرات و کابل بودیم که شمار زیاد از شورشیان در آنها شرکت داشتند. در همه این موارد نیروهای افغان وارد عمل شدند و بعضاً با کمک اندک نیروهای ناتو با مهارت این حملات را دفع کردند.
امروزه ما شاهد ارتش و پلیس به مراتب توانمندتر از دو سال پیش هستیم. اگر به مناطق روستایی نگاه کنیم، مردم شکایت های زیاد از نیروهای امنیتی دارند و میگویند که آنها هنوز قادر به انجام وظیفه‌شان نیستند. ببینید، من نمیخواهم در مورد وضعیت اغراق کنم. قطعا در شمار از مناطق افغانستان هنوز اوضاع امنیتی خراب است. اما از نظر نظامی در شمار از این مناطق پیشرفت‌های خوبی داشتیم. مثلا من اخیراً از منطقه پنجوایی در جنوب قندهار دیدار کردم تا بررسی داشته باشم از وضعیت در شمار از مناطق پرچالش این کشور. آنچه من دیدم این بود که نیروهای افغان با حمایت نیروهای آیساف شورشیان را به شدت تحت فشار قرار دادند. تلفات شورشیان در حدود یک سال گذشته در میدان جنگ، بازداشت شمار از فرماندهانشان و موفقیت برنامه ادغام مجدد نشان می‌دهد که شورشیان واقعاً تحت فشار زیاد هستند. این بدان معنا نیست که امنیت در همه جا فوق‌العاده است. من این را درک می‌کنم و از نگرانی‌ها هم با خبرم. اما بعضاً جرم و جنایت هم به اندازه شورشگری باعث ناامنی می‌شود. ما باید کارهای زیادی در این عرصه انجام دهیم، ولی در مسیر درستی در حرکتیم. به نظر می رسد که در مورد وضعیت در افغانستان بین دیدگاه های مقام های ناتو از جمله خود شما و آنچه افغان های عادی فکر می کنند اختلاف وجود دارد، چون مردم شاهد دست کم دو مورد سوء قصد به جان مقام های بلندپایه دولتی، حمله به هتل اینترکانتیننتال که شما هم از آن یاد کردید و دیگر حملات بودند. متاسفانه ما همچنان شاهد این گونه حملات خواهیم بود. راهی برای فرار از آنها وجود ندارد. اجازه بدهید یک نکته را روشن کنم. ما با یک دشمن انعطاف پذیر می جنگیم و موفقیت در این جنگ آسان نیست. نکته دیگر این که آنچه ما در افغانستان به دنبالش هستیم تنها از راه نظامی به دست نمی آید. تا زمانی که شورشیان در آن سوی مرز پناهگاه های امن دارند و هرگاه خواسته باشند بتوانند به آنجا بروند، مشکل است که بتوان در جبهه جنگ شکستشان داد. در حالی که روند انتقال دارد عملی می شود و جامعه جهانی از خروج نیروهایش صحبت می کند، دولت افغانستان می خواهد به کمک جامعه جهانی تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان و دیگر گروه های شورشی را تسریع کند تا راه حل سیاسی برای بحران جاری این کشور پیدا شود. می شود بگویید که چه کارهایی در این عرصه انجام شده و در کدام مرحله و در چه سطح قرار داریم؟ Well, firstly, the important thing about reconciliation, one of the most important things is that this has to be an. یکی از مسائل مهم در مورد مصالحه این است که این باید یک روند افغانی و برای افغان ها باشد. این تلاش ها به رهبری دولت افغانستان و شورای عالی صلح به ریاست پروفسور ربانی ادامه دارد. و من فکر می کنم که آنها کارشان را به خوبی انجام می دهند تا راه های صلح آمیز را برای پایان دادن به جنگ در این کشور پیدا کنند. در کنار این، شماری از کشورها هم در پی یافتن راه برای برقراری تماس با شورشیان هستند. برداشت من این است که این روند هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. آنچه مهم است این که ما باید در را بر روی شورشیان باز نگه داریم. ولی در مورد نگرانی ها راجع به مذاکره با طالبان به خصوص در میان غیر پشتون ها چه فکر میکنید؟ به نظر من نکته بسیار مهم است. همچنان که گفتم، این باید یک روند افغانی باشد. درک من و جامعه جهانی از موضع دولت افغانستان این است که همه اقوام ساکن در افغانستان باید در آن شامل باشند. دولت نمی‌خواهد صلح با شورشیان به قیمت حقوق دیگر بخش‌های جامعه به دست آید. به نظر من، مسئله این نیست که به هر قیمتی به صلح برسیم. ما باید به صلح واقعی دست یابیم و این مستلزم آن است که افغان‌ها خودشان راه حل پیدا کنند. راه حلی که در آن نه تنها به حقوق اقوام احترام گذاشته شود، بلکه از ارزش‌هایی که همه ما در 10 سال گذشته به خاطرشان رز می‌دیم حفاظت شود، مانند حقوق زنان، حقوق جامعه مدنی و آزادی بیان. Such as the rights of women and the rights of civil society, the right to freedom of the press, those are safeguarded. But there are a lot of concerns expressed about that as well, that they say that if
اما در این حال نگرانی های زیاد هم ابراز شده که اگر معامله با طالبان صورت بگیرد و آنها به قدرت بازگردند، همه دستاوردهای 10 سال گذشته از بین خواهند رفت. فکر نکنم کسی از بازگشت طالبان به قدرت صحبت کند. منظور مشارکتشون در قدرت است. اگر آنها به دولت بپیوندند، دولت شرایط واضحی دارد که جامعه جهانی از آن حمایت کرده. یکی از شرایط این است که هر شورشی که به دولت میپیوندد باید به قانون اساسی احترام بگذارد. در این قانون حقوق زیاد ذکر شده که ما قبلا در موردشان صحبت کردیم. این برای جامعه جهانی هم بسیار مهم است. ما مبلغ هنگفت را در افغانستان خرج کردیم و تعداد زیادی از هموطنانمان کشته شدند. ما نمیتوانیم قبول کنیم تمام حقوقی که ما و دولت افغانستان برایشان جنگیدیم به خاطر یک اقدام سیاسی از بین بروند. باید اساس محکمی برای هر گونه صلح وجود داشته باشد. همان گونه که گفتم، ما هنوز در مرحله ابتدایی قرار داریم. من از نگرانی های مردم با خبرم. آنها باید مطمئن باشند که ما تردیدشان را درک می‌کنیم. از دیدگاه ما باید به صلح واقعی دست پیدا کنیم، نه هر صلحی. آیا این کار ممکن است؟ فکر میکنم ممکن است، اما تا حد زیادی به تمایل شورشیان بستگی دارد که با قبول شرایط به جامعه افغانی برگردند. اما تا حالا چون این تمایل دیده نشده؟ به همین دلیل گفتم که مذاکرات صلح هنوز در مراحل مقدماتی است. درست است که تا حالا شورشیان به صورت علنی برای پیوستن به روند آشتی اعلام آمادگی نکردند. چون بسیار از افغان ها فکر میکنند که شورشیان به این نظرند که دست بالا دارند و آنها برنده هستند، زیرا خارجی ها در حال ترک این کشور هستند و میگویند که نیاز به گفتگو ندارند. من فکر نمی کنم که این درست است و واقعیت داشته باشد. و فکر نمی کنم که شورشیان این گونه بیندیشند. در سالهای اخیر شورشیان از نظر نظامی آسیب‌های جدی دیدند. ما نشانه های از خستگی جنگجویانشان می‌بینیم. خیلی از آنها دیگر علاقه ندارند برای جنگ از پاکستان به افغانستان بیایند. تدارکاتشان حالا مشکل‌تر شده و با کمبود نیرو مواجهند. بنابراین فکر نمی‌کنم که شورشیان به این نظر باشند که برندند. این مرا به یک نکته مهم دیگر می‌رساند که می‌خواهم بر آن تأکید کنم. بعد از تکمیل روند انتقال، بعد از سال 2014، جامعه جهانی افغانستان را ترک نخواهد کرد. رابطه ما تغییر خواهد کرد. تا زمانی که دولت افغانستان بخواهد، ما اینجا خواهیم ماند. به نظر می‌رسد در دیدگاه شما نوع تناقض وجود دارد. شما از یک سو می‌خواهید که در 3.5 سال آینده فشارهای نظامی همچنان بر طالبان و دیگر شورشیان ادامه پیدا کند و در عین حال شما از مذاکرات صلح صحبت می‌کنید. نه خیر، اگر شما به پایان خیلی از شورش‌ها و جنگ‌ها نگاه کنید، می‌بینید که پیش از رسیدن به صلح جنگ‌ها اوج گرفته. چون شورشیان عموماً می‌خواهند از موقعیت بهتری در میدان جنگ برخوردار شوند تا از این طریق تأثیرشان در مذاکرات صلح بیشتر شود. ما نباید از ادامه جنگ متعجب شویم. به نظر من به دو دلیل باید فشارهای نظامی را بر طالبان ادامه داد. اول، وقت خشونت‌ها از سال‌های 2006 و 2007 و بعد افزایش یافت، دلیلش این نبود که ما فشار زیادی بر طالبان وارد نکردیم، بلکه فشار کافی وارد نکردیم. به این دلیل آنها قادر شدند دوباره خودشان را منسجم کنند، تجهیز کنند و به بخش‌های از این کشور نفوذ کنند. ما اجازه نمی‌دهیم که دوباره چنین اتفاقی بیفتد. دولت افغانستان با حمایت نیروهای ما نمی‌گذارد که چنین وضعیتی تکرار شود. بنابراین باید فشارهای نظامی را حفظ کرد. چه مکانیزمی را برای رسیدن به قول شما صلح واقعی پیشنهاد می‌کنید؟ اول اینکه این برنامه باید افغانی باشد. راه رسیدن به صلح این نیست که خارجی‌ها با افغان‌ها صحبت کنند، بلکه افغان‌ها باید با افغان‌ها گفتگو کنند.
کاری که جامعه جهانی میتواند انجام دهد این است که ضمانت های راجع به اهداف ما در قبال افغانستان و حمایت از روند صلح فراهم کند. به همین دلیل شمار از کشورها حاضر به مذاکرات احتمالی با شورشیانند. کار دیگری که باید انجام دهیم این است که کشورهای مثل پاکستان را که نقش مهم دارند تشویق کنیم از این روند حمایت کرده و شورشیان را به گفتگوهای صلح ترغیب کنند و شاید لازم باشد این کشورها بر شورشیان فشار وارد کنند. این چیزی است که من دوست دارم شاهدش باشم تا آنها به روند سیاسی بپیوندند. اما بسیار از افغان ها و حتی ناظران خارجی معتقدند که پاکستان علاقه به یک افغانستان باثبات ندارد. به همین دلیل شاید فشارهایی را که شما می خواهید بر شورشیان وارد نکند. این یک کار مشکل است. آنگونه که ما می دانیم اگر آشتی کار ساده بود مدت ها پیش انجام شده بود. من نمی خواهم که بیش از حد در این باره خوشبین به نظر برسم. اما فکر می کنم فرصت هایی برای این کار وجود دارد. واضح بگویم بخشی از مشکل این است که در حال حاضر در پاکستان جنجال های زیادی وجود دارد، مخصوصا بعد از انجام عملیات علیه اسامه بن لادن. فکر می کنم باید کمی صبور باشیم. شمار از کشورهای مهم به خصوص ایالات متحده آمریکا در حال گفتگو با پاکستان هستند و من امیدوارم شاهد پیشرفتی در این زمینه باشیم. ایده ممکن است بپرسند که جامعه جهانی و همه در 10 سال گذشته منتظر بودند ولی هیچ نتیجه نگرفتند. اگر ما از مبارزه من در افغانستان درس های می گرفتیم، خیلی کارها را می توانستیم بهتر انجام دهیم. یکی از مشکلاتی که تا حدود 2 سال پیش با آن روبرو بودیم این است که ما منابع کافی برای مبارزه ما نداشتیم تا به نتایج که می‌خواستیم برسیم. چرا؟ به نظر من چیزی که اتفاق افتاد این بود که ما خیلی زود فکر کردیم همه چیز درست شده. طالبان در افغانستان سرنگون شدند و ما یک دولت منتخب دموکراتیک در کشور داشتیم. به نظرم ما نسبت به اوضاع بیش از حد خوشبین بودیم و بازگشت شورشیان را دست کم گرفتیم. اگر باز هم دیدگاه افغانهای عادی را مطرح کنم، خیلی ها فکر میکنند که پاکستان بخش بزرگ از مشکل مسائل افغانستان است تا حل آن. همان گونه که میدانید یکی از دلایل که افغانها چنین میاندیشند این است که شورشیان پناهگاه های در دیگر سوی مرز افغانستان و پاکستان دارند که میتوانند در آنجا خودشان را دوباره منسجم کرده و برگردند. شورای کویته به این دلیل شورای کویته گفتن نمی شود که اعضای آن در قندهار زندگی می کنند، بلکه آنها در کویته هستند. یک ارتباط وجود دارد. بسای کار آسان است که پاکستان را واداریم اقدام درستی بکند. نه خیر، پاکستان با شورشیان مشکلات خودش را دارد. این کشور هم درگیر نبرد سختی با شورشیان است. اما ما باید همچنان سعی کنیم پاکستان را تشویق کنیم که منافع اصلیش در کمک با ماست. صحبت هایی که من با افغان ها داشتم، به نظرم آنها رابطه پاکستان با شورشیان را بیش از حد می دانند. البته شورشیان در آن سوی مرز هستند، اما فکر نمی کنم که رابطه به گونه ای باشد که بعضی از مقام های پاکستانی شورشیان را فرماندهی و کنترل کنند، آن گونه که بسیاری از افغان ها فکر می کنند. اما می پذیرید که عناصر در دولت پاکستان از شورشیان حمایت می کنند؟ من قطعا فکر میکنم که مقام های پاکستانی میتوانند فشار بیشتر بر شورشیان وارد کنند و آنها را به گفتگو تشویق کنند. یعنی حمایت های وجود دارد؟ من کلماتم را به دقت انتخاب کردم و آنچه میخواهم بگویم این است که مقام های پاکستانی میتوانند شورشیان را به مذاکره تشویق کنند تا به صلح دراز مدت دستیابیم. این چیزی است که ما به دنبالش هستیم. آیا برای این کار میتوانید بر دولت پاکستان فشار وارد کنید؟ به نظر من بازیگران کلیدی مانند آمریکا که کمک های زیادی به پاکستان می دهد می توانند با استفاده از نفوذ خود به این هدف برسند. هرچند کار سخت است و هرگز آسان نیست که یک کشور مستقل را واداشت تا سیاست ها و رفتارش را تغییر دهد. همیشه دلایلی برای رفتار کشورها وجود دارد. این کار به زمان و پافشاری بیشتر نیاز دارد، اما این کاری است که باید ادامه دهیم. You've been the British ambassador in Iran for
شما در دو سال گذشته سفیر بریتانیا در ایران بودید و بهتر از هر کس دیگر از موضع ایران در قبال افغانستان با خبرید. موضوع این کشور چیست؟ ببینید، آنچه من به همکاران ایرانیم در تهران میگفتم این بود که ما در بسیاری عرصه ها منافع مشترک در افغانستان داریم. تفاوت در این است که ایران میخواهد در این کشور نفوذ داشته باشد. در موارد این اعمال نفوذ از راه های مشروع مثل رابطه فرهنگی، تجاری و کمک به توسعه صورت میگیرد که کاملا قابل قبول است. متاسفانه ایران بعضاً اسلحه در اختیار شورشیان میگذارد که اعمال نفوذ از این طریق غلط است، چون وقتی کشور این گونه رفتار کند مشکل است که آن را به عنوان شریک همسطح در یافتن راه حل‌های منطقه‌ای در نظر گرفت. ما می‌خواهیم ایران در کنار پاکستان و دیگر کشورها به ایجاد چارچوب منطقه‌ای برای آوردن امنیت به افغانستان کمک کند. ایران می‌تواند با استفاده از رابطه سیاسی و تجاری‌اش به افغانستان کمک کند، نه با فراهم کردن اسلحه. اتهامات مشابهی از سوی فرماندهان ناتو مطرح شده که ایران به شورشیان سلاح می‌فرستد. فکر می‌کنید ایران با این کار در پی چیست؟ What do you think Iran wants to achieve by this? Well, it's very difficult to say. You know, one of my last jobs. بسیار مشکل است در این باره چیزی گفت. یکی از آخرین کارهای من به عنوان سفیر بریتانیا در تهران این بود که شواهد کمک راکت‌های 122 میلیمتری را که نیروهای آیساف در افغانستان کشف کرده بودند به وزارت خارجه ایران ارائه کنم. این راکت‌ها قرار بود در اختیار گروه‌های شورشی قرار گیرند. من نمی‌توانم به نمایندگی از دولت ایران صحبت کنم، اما حس من این است که این کشور در پی اعمال نفوذ در میان گروه‌های خاص شورشی است تا اینکه در پی تغییر استراتژیک در میدان جنگ باشد. پاسخ ایران به شواهدی که شما ارائه کردید چی بود؟ پاسخشان انکار بود. استدلالشان این بود که این سلاح‌ها ساخت ایران نیست و می‌گفتند غیر منطقی است که ایران به گروه‌های شورشی سلاح بفرستد. با آن هم شواهدی که من ارائه کردم کاملا واضح بود. ایران در سال 2001 از حمله به رهبری آمریکا به افغانستان حمایت کرد، اما به زودی رئیس جمهور بوش ایران را بخش از محور شرارت خواند. بسیاری از ناظران معتقدند که اگر آمریکا در آن وقت از ایران قدردانی میکرد، امروز وضعیت به گونه دیگر بود. به نظر من اگر به تاریخ رابطه ایران و غرب از زمان انقلاب ایران در 32 سال پیش نگاه کنیم، می‌بینیم که دو طرف در مناسبت‌های بسیاری به حرف‌های طرف دیگر توجه نکرده و فرصت‌های زیادی را برای درک یکدیگر از دست دادند. من همچنان امیدوارم فرصت‌های بیشتری برای تقویت رابطه ایران و غرب فراهم شود. اما همچنان که گفتم، کشوری که به شورشیان سلاح می‌دهد واقعا در این مورد هم کمک نخواهد کرد. When you see a country providing weapons to insurgents, that really does not help. You have said that between now and 2024. شما گفتید که از حالا تا سال 2014 میلادی تلاش‌های زیاد باید صورت بگیرد که نه تنها اوضاع امنیتی یک کشور بهبود بیابد، بلکه در دیگر زمینه‌ها مثل ساختن زیربناها هم پیشرفت‌های به دست بیاید. اگر چنین کار در 10 سال گذشته انجام نشده، رسیدن به این هدف تا آن زمان چگونه ممکن است؟ How come between now and 2014 it is going to be feasible? The challenge is that Afghanistan was always one of the poorest countries on earth. چالش این است که افغانستان همواره یک از فقیرترین کشورهای جهان بوده و خواهد بود. از سوی دیگر این کشور جنگ 30 ساله را پشت سر گذاشته و زیربناهایش به صورت مکرر تخریب شده، نهادهایش از بین رفته و در نتیجه ساختار دولت به شمول بعضی از ساختارهای سنتی محلی از هم پاشیده. And what that means is that we have a very big mountain to climb. Now we can't achieve. این همه بدین معناست که ما کوهی بزرگ داریم که باید از آن بالا برویم. ما نمی‌توانیم به همه اهدافمان در 5 سال یا 10 سال برسیم. این کار چند نسل را در بر خواهد گرفت تا افغانستانی
ایجاد شود که مردم آرزویش را دارند. ما در حال پیشرفتیم و لازم است که تلاش‌های بیشتری صورت گیرد. تکرار می‌کنم که همه چیز در پایان سال 2014 متوقف نخواهد شد. من کاملا مطمئنم که بعد از سال 2015 جامعه جهانی به شمول کشورهای عضو ناتو باید رابطه قوی با افغانستان در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و توسعه‌ای داشته باشند. بنابراین ما به دستاوردهایمان می‌افزاییم، نه اینکه آنها را از بین ببریم. آیا فکر میکنید که رئیس جمهور کرزای رهبر مناسب است؟ رئیس جمهور کرزای رئیس جمهور منتخب افغانستان است. مردی است که مردم به او رأی دادند. او رئیس جمهوری است و البته که ما از او حمایت میکنیم، چون ما به اصول دموکراتیک احترام میگذاریم. مسلما در موارد اختلافات بین رئیس جمهور کرزای و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان وجود دارد. ما باید نگرانی را که نه تنها رئیس جمهور کرزای بلکه بسیار از افغانها دارند درک کنیم، مخصوصا وقتی که 150,000 نیروی خارجی در کشور حضور دارند. حتی وقتی فکر کنید که نیروها کار درست انجام می دهند، هر از گاهی مسائل مثل تلفات غیر نظامیان مشکلات قابل ملاحظه را در رابطه دو طرف به وجود می آورد. سایمون گس از شرکتتان در برنامه به عبارت دیگر تشکر. از شما هم تشکر.